همکارم شاهد علوی از استودیو ایران اینترنشنال به ما پیوست. خوش اومدی شاهد. یادداشت وحید حقانیان یا آنطور که خب تسنیم میگوید بیانیه او از چه جهات مهم است و واکنش تسنیم با آن چه معنی داره؟ ببینید، در واقع این یادداشت وحید حقانیان که اصلا مشخص نیست متن کاملش کجا منتشر شده، چون اون چه ما داریم فقط اون بازتابی است که در ایسنا داره، عملا برون افتادن جنگی بر سر قدرت هست که پشت پرده مدتی در جریانه. ما 2 سال پیش هم شنیدیم که وحید حقانیان برای مدتی همراه با اسخر حجازی به حاشیه رفتن و حتی خبر بازداشتش منتشر شد، هرچند در واقع منبع مستقل یا مطمئن معنی نداشت اینو تایید بکنه. بعدن در یکی از دیدارهای خامنه‌ای با اعضای ستاد ملی کرونا، حقانیان رو دیدیم که در فاصله بسیار دور از خامنه‌ای در اون جمع اولین بار تصویرش منتشر شد و به یک معنا پایان داد به اون خبر بازداشت اون که ممکنه موقت بوده باشه و گفته شد که سردار نجات معاون وقت اطلاعات سپاه اون رو با خودش برده برای بازپرسی و بازجویی. اما به هر حال این یادداشت که منتشر شده عملا کتهایی داره که تایید میکنه تمام تحلیل هایی رو که میگفت این انتخابات مهندسی شده است، صلاحیت ها گسترده تر حتی از استاندارد های جمهوری اسلامی بوده رد صلاحیت ها، و عملا نامزدها پوششی هستند و رئیسی کسی که انتخاب شد انتخاب نظام هست. طبعا تایید این نمیتونه خوشایند اون کسانی باشه که سناریو رو طراحی کردن. به نظر من واکنش تسنیم واکنش طراحان به اون نامه هست. حقانیان اگرچه هنوز عنوانش در تسنیم گفته شده معاون ویژه دفتر رهبری، اما در حاشیه است. الان جنگ قدرتی احیانا در جریان هست بین یک طرف اطلاعات سپاه با رهبری طائب و البته در کنار مشتبه خامنه‌ای، و در طرف دیگر حقانیان که نه لزوماً مخالف مشتبه خامنه‌ای هست، اما در این جنگ قدرت به حاشیه رفته، در واقع نادیده گرفته شده، باش برخورد شده. به این ترتیب این یادداشت بازتابی از اون جنگ قدرت است. باید در هفته‌ها ماها و سال آینده اگر جمهوری اسلامی اینقدر عمر کنه البته منتظر باشیم ببینیم که این جنگ چه تلفاتی در درون قدرت خواهد داشت، اما نشون میده که اون داستان بر سر حالا در رأس قدرت، حالا صرف نظر از اینکه حقانیان ممکنه به حاشیه رانده شده باشه، اما شیوه برخورد حکومت با معترضان همچنان مسئله اصلی هستش. در یاسوج و باقملک به مردم معترض شلیک شده، ویدیوهایی دریافت کردیم. این رو میتوان شروع دور جدیدی از سرکوب دونست؟ این نکته مهمیه. یک جنگ قدرت اون بالا در جریانه، در واقع دارن گرگ ها همدیگر رو میدرند، اما این به یادمون میاره اون چه که در یاسوج و باقملک ویدیوهای اومده بود نشون میداد کسانی بر زمین افتاده بودن، ما نمیدونیم جان باختن یا مجروحن، نشون میداد در نهایت وقتی به مردم میرسه اینا همه با هم در یک جبهه هستن. یعنی فرقی نمیکنه چه کسی رهبر جمهوری اسلامی باشه، چه کسی در انتخابات برنده باشه، به اصطلاح اصلاح طلب باشه یا اصولگرا، اونجا که مردم میرسه، به اعتراض مردم میرسه، حالا این مردم معترضن به شیوه روز انتخابات، احیانا به اسامی که برای شورای شهر اون منطقه در اومده، یا شیوه در واقع برخورد مامورین در حین انتخابات، هر کدوم از این مسائل باشه، مهم اینه که مردم اعتراض به یک روند، یک فرایند، یک رفتار کردن. اینجا دیگه فرقی نمیکنه اون پشت میز چه کسی نشسته باشه، اصلاح طلب یا اصولگرا، برخورد چکشی خواهد بود، خونین خواهد بود، و به نظر میرسه این اعتراضات در باغ ملک و یاسوج سرکوبش ما به ما این خبر رو دوباره میده که هیچ چیز فرق نکرده، چه رئیسی باشه چه روحانی، در نهایت حکومت در برابر مردمش هست و آماده است برای کشتن مردم. سپاسگزارم از شما شاهد علوی، همکار ما از واشنگتن.